از خواهر عزیزمون، خواهر آزیتای قشنگمون بیان روی سند و ما رو برکت بدن. آمین. خدمت یکی یکتون گروه زمر، برکت بر نام اعظم عیسی مسیح، برکت بر نام پرجلال عیسی مسیح، خدای خدایان، شاه شاهان، الف و یا الفا و امگا، کسی که همانندی نداره، خداوند نیکوی ماست، چون خدای جلاله، پر از نیکویه، پر از فیض و رحمته. جلال میدیم خداوند رو، شکر میکنیم خداوند رو برای حیاتمون امروز، برای اینکه امروز بیدار شدیم از خواب، و شکر میکنیم خداوند رو برای اونایی که در خداوند خوابیدن و خوابیدنشون کار عظیمی کرد برای قومشون، برای کشورشون، برای هموطنانشون. و دعای من امروز اینه که خوابیدن ما و مرگ ما مفهومی بجا داشته باشه، اثری بذاره، رد پای محکمی داشته باشیم بر روی این زمین، چون به حقیقت اونایی که در عشق خوابیدند حیات جاودان رو دارند. شکر میکنیم خداوند رو، شکر میکنیم. دعای هفته پیش ما این بود که خداوند رو هر کاری میکنی از ما استفاده کن، بدون ما انجامش نده. آمین که خداوند قوم ما رو بلند میکنه، کشور ما رو بلند میکنه، ثمره های همه این رنج ها و عشق ها قرار رخت شادی باشه بر تن یکی یک ایرانیان در نام اعظم عیسی مسیح. منتظریم و متوقعیم، چون نجات نزدیکه و آزادی نزدیکه، شعف عظیم نزدیکه. در نام قدوس عیسی مسیح با شعف وارد دهه جدید میشیم در نام قدوس خداوندمون. شکر میکنیم خداوند، شکر میکنیم خداوند. آماده هستیم تا اعترافای نیکوی ایمانی رو همدل، آمین، ایمانمون رو میخوایم مثل زنجیری به هم وصل بکنیم، به هم قفل بشیم، چون توی این روزای تلخ نیاز داریم به هم متصل باشیم بیشتر از هر زمان دیگه. آمین. میخوایم اعلام کنیم و اعتراف کنیم، اعتراف کنیم و اعلام کنیم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخمهای عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام کن حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کنند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است، استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم ندم، بلند باشم نه پس، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام کن هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روی حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. شکر، هاللویا، شکر برای روح قدوس خدا. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم محکوم به پیروزی هستی، چون وارث عیسی مسیح هستی. پیروزی بر جانت شیرین و خوشایند باشه.
پیام امروز ما، من یه آیه رو خدمتتون تقدیم میکنم از انجیل یوحنا باب 7 آیه 38، اینطوری میگه، 37م بهتون براتون میخونم. و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفت: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کلام میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. کسی که به من ایمان آورد، از بطن او نهرهای آب از بطن او جاری خواهد شد. پیام امروز ما راجع به راز آب هاست و میدونیم که در کلام خداوند از متافورها استفاده میکنه و هر قومی متافورها رو نفهمه، قوم فارس زبان اون رو میفهمه و درک میکنه. خداوند تصویری شباهتهایی رو میده برای اینکه بتونیم اونو درک کنیم. مسلما وقتی ما میگیم در زیر بالها و پرهای خداوند مکان امن رو دریافت کنی و در آغوش خداوند باشی در نام عیسی مسیح تو عبدالعباد، منظوری نیست که خدا یه پرنده است و بال داره و پر داره و فکر میکنم فارسبانی نیست که این مفهوم رو درک نکنه. ما به این طرز صحبت، طرز بیان یا نوشتار میگیم متافورها و امروز میخوایم متافورهای آب رو یه مقدار زیادی راجبش صحبت بکنیم، چون عیسی مسیح اینطوری ادامه میده: اما عیسی این را گفت درباره روح، که هر که به او ایمان آورد روح را، روح القدس را خواهد یافت. آب رو، نهر آب جاری رو، ولی آب به منزله روح و روح قدوس خداست و هر که به عیسی مسیح ایمان بیاره این آب رو دسترسی داره بهش و از بطن او نهر آب ها قراره جاری باشه. متافورهای مختلفی وجود داره در الهیات مسیحی و ما به یکیش فقط امروز میخوایم دقت بکنیم و ایمان دارم که امروز قرار پیام ما پیام باشه، تعلیم باشه، به طور مخصوص دعا باشه. آمین. چون چیزی که بیشتر از همه بهش نیاز داریم دعاه و خدا قراره این دعا رو در زندگی تو عملی بکنه. ایمان دارم. برای همین به یه شکل دیگه میخوایم به این تعلیم نگاه بکنیم، میخوایم دانه‌ای در ما کاشته بشه و آبیاری بشه به روح قدوس خدا، اون نهری که از بطن تو جاریه، شاهزاده خدا، چون ایمان داری به عیسی مسیح و روح قدوس خدا درون توه. چیزی که خداوند صحبت میکنه راجبش به شکل‌های مختلف، به قسم‌های مختلف و ما ملاقات میکنیم روح قدوس خدا رو به شکل آب، به شکل‌های مختلف، به 7 شکل مختلف خدا راجبش صحبت میکنه و ما خیلی سریع از بعضیاش میگذریم، از بعضیاش بیشتر تأمل میکنیم و روش دعا میکنیم و این دعا رو قراره بفرستیم به اون سوی آبها در نام عیسی مسیح، به قوممون، به کشورمون، به خاکمون در نام قدوس خداوند. امروز کلام اینطوری میگه در ابتدا روی کره زمین اون چیزی که آب بود فقط رطوبت هوا بود و بخار آب بود و اون موقع کره زمین خیلی محلی کار میکرد، جمعیتش، فعالیت آدمای روی کره زمین طوری بود که این بخار آب کفایت میکرد، اون بخاری که اون رطوبتی که خاک رو مرطوب نگر میداره، این اکولوژی رو به کار میندازه و میچرخونه و چرخه حیات فقط
پایدار میمونه و کلام خدا میگه اون موقع دیدهای جهانی وجود نداشت، جهانبینی عظیم وجود نداشت و تا وقتی که دیدها خیلی محدود بود، کوچیک بود، محلی بود، بخار آب کفایت میکرد. در همون حد خدا به اندازه تشنگیت بهت میده، خدا به اندازه گرسنگیت همیشه بهت میده و در اون زمان ابتدا فقط بخار آب کفایت میکرد، رطوبت کافی بود برای اینکه جاری بشه. من میدونم یک یک ما که اینجا هستیم بیشتر از اینو میطلبیم، بیشتر از این تشنه هستیم و خدا میگه وقتی دیدت رو بزرگ کنی و هدفهات رو بزرگ کنی، هرچی بیشتر جهانی فکر بکنی، خداوند قرار رطوبت بیشتری، آب بیشتری، روح قدوس بیشتری و عملکرد بیشتری رو در زندگی تو وارد بکنه. امسال سال 2020 قراره بیشتر از هر زمان دیگه‌ای که این خانواده کنار هم بوده، دست به دست هم جهانی فکر کنیم، بزرگ فکر بکنیم. آمین. میخوایم محدودیت‌ها شکسته بشه. اعلام میکنیم خداوند که این بخار برای ما کافی نیست، این رطوبت برای ما کافی نیست، ما بیشتر را میخواهیم. و در کتاب پیدایش باب 2 میبینیم که بعد پای شبنم روی زمین میاد، به در کلام خدا گفته میشه و کلام خدا میگه دیگه فقط اون رطوبت هوا نیست، بلکه شبنم آسمانه که خداوند میفرسته و شبنم خاک رو یه جور دیگه مرطوب نگر میداره و هرچی رطوبت بیشتره، خداوند میگه تمام این درخت ها رو آدم هوا برای تو آفریدم که میوه بده برای تو، برای زندگی تو، برای آینده تو و برای نسل آینده تو. و هرچی این رطوبت بیشتر باشه، حالا شبنم آسمان رو میفرستم برای تو، چون هرچی رطوبت بیشتره درخت ها میوه بیشتری دارن، میوه بیشتره، انرژی بیشتری میبره، انرژی بیشتر و برکت بیشتری رو قراره تولید بکنه. در نام اعظم عیسی مسیح خداوند، در اون مکانی هستیم که اعلام کردیم همین چند دقیقه پیش، بخار آب برای ما کافی نیست، شبنم آسمان رو میطلبیم. و میخوام راجع به شبنم آسمان بهت چیز رو بگم که نشان دهنده چیه، چون ما در کلام میبینیم جاییه که یعقوب برای پسرانش میخواد میراث بذاره و اسحاق، و یعقوب اول میاد جلو، برادر دوقلوش عیسو هست که دیر میرسه و یعقوب حق نخست‌زادگی رو از او با یه کاسه آش سوپ قرمز خریده، یادتونه این داستانا رو خیلی زود. ولی اونجا پدر اسحاق همه برکات رو به یعقوب میده، چون پوستی رو پوشونده رو دستش، و داستان رو میتونید در مقام عیسی اومده جلو. و حالا عیسی میاد به حضور پدر و میگه همه یه برکات رو به برادرم دادی، هیچ برکتی برای من نداری، من فقط یه برکت از تو میخوام، یه برکت به من بده پدر. و پدر میگه شبنم آسمانو برکتش رو به تو میدم، شبنم آسمان، برکت شبنم آسمان مال تو عیسو. و برای همینه مهم نیست که کی هستی، کجای دنیا زندگی میکنی، چه رنگ پوست و مویی داری، اگه کوچکترین باغ رو داری، اگه کمترین در اختیار تو قرار داده شده، اگه برکت شبنم آسمان بر زندگی تو باشه، قرار میوه داشته باشی، در موسم خودش قرار باغ تو محصول عظیمی بده در نام اعظم عیسی مسیح، چون باغ تو، کلیسای تو، اونچه که تو انجام میدی، کار تو، خانواده تو، در نام اعظم عیسی مسیح و شبنم آسمان، وقتی خدا میگه روح در قالب شبنم آسمان قراره بر زندگی تو بشینه، بر باغ تو، بر اموال تو، بر خانواده تو، بر وجود تو بشینه، یعنی
لطف خدا با توه. لطف خدا رو دریافت کن. امروز خداوند لطف تو رو میطلبیم. ما راز لطف تو رو میخواییم خداوند رو بدونیم. میخواییم در زندگی ما کار کنه. لطف خدا بر کشورمون میخواییم اعلامش کنیم. بر خاکمون. بر باقی که به جا گذاشتیم و میراث ماست. در نام اعظم عیسی مسیح لطف خدا رو اعلام میکنم. لطف خدا رو میطلبم. بر باقی که فکر میکنه میوه این نداره چون نخبگانش میمیرن. کشورهای دیگه اشک میریزن و دولت مردا این خیالشون نیست. و خداوند میگه مهم نیست. مهم نیست اگه فکر میکنی میوه این نداره. همه مغزها فرار کردن. همه جوانها توی بهشتای سکینه و زهرا در خاکن. ولی لطف من، شبنم من قراره بر تو بشینه. ایلام، ایلام تو قراره بلند شی و برخیزی در اعتبار و آبرو، در شعف و در آرامش، در عشق خداوند. اعلام میکنیم، اعلام میکنیم شبنم آسمان رو، شبنم آسمانو. چون اگه اونو داشته باشی مهم نیست اگه حق تو خوردند، اگه عقبت انداختن، اگه بهت نارو زدن، اگه غارتت کردن. همونطوری که عیسی شد قرار سلطنت رو به دست بگیری، قرار حکومت و اختیار رو دوباره به دست بگیری. چون لطف آسمان و شبنم آسمان برای تو در نظر گرفته شده. آمین که خداوند بر زندگیمون قرار بده. آمین که خداوند قرار بده. پسری بود به اسم جدعون. جدعون پسری بود که خدا بهش ماموریتی داد و در این ماموریت خیلی میترسید که اون ماموریت رو انجام بده و به خدا میگه به من نشانه بده. من تا نشانه نبینم و مطمئن نباشم که این ماموریت از توه، این خوانده شدگی از توه، این حرف از توه، من انجامش نمیدم. و میدونی چه نشانه ای میخواد؟ میگه بر تمام زمین من شبنم آسمان باشه و بر این پوست شبنمی نباشه. قدرت دسترسی به لطف خدا رو در حقیقت میطلبه. دفعه بعدم برعکسش رو میطلبه. قطره شبنم، شبنم آسمان، لطف خدا بر این پوست باشه و بر بقیه زمین نباشه. خداوند این راز رو به ما یاد بده. میطلبیم خداوند، میطلبیم بر این کلیسا، میطلبیم خداوند، میطلبیم لطف تو رو، لطف آسمان رو میطلبم خداوند، بر این باغ، بر این محصول، بر این میوه ها، بر این درختان، در نام اعظم عیسی مسیح. شبنم آسمان نشانگر لطف خداست. بخار نیست، همون رطوبتی که در هواه. بله، دوم که نگاه میکنیم شبنم آسمان، روح قدوس خدا به شباهت شبنم آسمان عمل میکنه در زندگی همون روی کره زمین. سومین بودی که نگاه میکنیم باران هستش و میخوایم ببینیم مفهوم باران چیه در زندگی ما ایمانداران. باران، باران. میدونین که در کلام خدا باران رو وعده میده، باران اول، باران آخر، و وعده برکت، وعده ایه که تأخیر درش قرار نیست باشه. در کلام میبینیم مردیه به اسم ایلیا، یکی از قوتمندترین، پرمسترین نبیهایی که روی زمین زندگی کرد. و ایلیا میدونین چی کار میکنه؟ ایلیا در زمان یه ملکی خیلی پلید و بت‌پرست زندگی میکنه به اسم ایزابل. و ایزابل کاری که میکنه اینه سلطنتش رو با استفاده از عطایا و انرژی و همه اون چیزی که در قوم خداست، قومی که با خدا در عهده و خدا با اونها در عهده میخواد بنا بکنه. و ایلیا روزی دعا میکنه که باران نباره و آسمان رو میبنده، آسمان رو میبنده. وقتی که دعا میکنه باران نیاد، دعای او در حقیقت بستن آسمان بر ملکه‌ایه که میخواد روح بت‌پرستی رو، روح پرستیدن بعل رو،
بر قومی که در عهد با خدا هستن تحمیل بکنه و او آسمان رو میبنده. پس در حقیقت ریزش باران و اون بارانی که در کلام به بار بر من زمر میخونه، وقتی میگیم به بار بر من، میدونی یعنی چی؟ میدونی چی رو دعا میکنی؟ دعا میکنی خدای آسمان رو باز کن، این آسمان رو بگوشا خداوندا تا آنها و کاتا جاری بشه، تا دعا بالا بره و جواب از آسمان بیاد. و اگه تو هستی که سالیان سال داری عشق میریزی و دعا میکنی برای جوانانمون، برای زندگیت، برای رویاهات، خداوند آسمان رو بر زندگیت باز بکنه در نام اعظم مقدس عیسی مسیح 2020. آسمان باز رو اعلام میکنم بر ایران در نام قدوس عیسی مسیح، بر سیستان و بلوچستان، بر کردستان، بر فارس، بر شمال ایران، گیلان و مازندران، بر همدان، بر قم، بر تهران عزیز، کرج، جنوب، در نام اعظم عیسی مسیح آسمان باز رو اعلام میکنم، آسمانی که بازه و میباره، برکات خداوند و لطف خداوند برش قرار میگیره. آسمان باز رو دریافت کن، آسمان باز رو دریافت کن، چون میدونم خدا نشون میده چند نفر هستن تأخیر جواب دعا داشتن. اعلام میکنم آسمان گشوده است بر زندگی تو و جواب دعا نزدیکه برای تو، چون تا آسمان باز نشه. و کلام میگه، میگه قوم من، دوم تواریخ 7:14 میگه اگر قوم من به سمت من بازگشت بکنه و توبه بکنه از راه‌های اشتباه خودش، زمینش رو شفا میدم و باران رو برش میبارونم در نام اعظم عیسی مسیح 2020 برای کشور ما و قوم ما. سالی که به سمت خدا برمیگردیم، توبه میکنیم، خداوند قرار خاک ما رو شفا بده، زندگی هامون رو شفا بده، سرزمینمون رو شفا بده، قرار آسمان باز و گشاده باشه. خداوند میگه اون موقع جواب دعا رو قراره بگیری، اون موقع هر دعایی میکنی اجابت میکنم، صدای ناله های تو رو میشنوم و زمین تو رو، سرزمین تو رو، خانواده تو رو، نسل های تو رو شفا میدم. ببار بر من خداوندا، میطلبیم خداوندا بر این کلیسا ببار، ببار خداوندا، آسمانو باز کن خداوندا بر بانوان ایمان، مردان خدا در این کلیسا، کسانی که آرزوهایی دارن، رویاهایی دارن که در دلشون گذاشتی خداوندا، برای فرزندانمون، برای نسلهای آیندهمون، برای مادران و پدرانمون، برای خانواده هامون خداوند قدوس باز کن، آسمانو باز کن روی ازدواجهایی که مشکل داره خداوندا، روی رحمهایی که بست از خداوندا، روی بدنهایی که مختل شده و ناسلامتی داره، آسمان رو بر یحیی باز کن خداوندا در نام اعظم عیسی مسیح خدای قدوس، آسمان رو باز کن بر این پسر خداوند قدوس، آسمان رو باز کن و ببار، ببار خداوندا. هاللویا، هاللویا، باران، 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 آسمان گشوده. بود بعدی که خدا ازش حرف میزنه بود رودها هستش، بخار و رطوبت هوا، بعد شبنم آسمان بود و بعد باران بود که آسمان بازه و بعد رودها. و اگه یادتون باشه خداوند قوم اسرائیل رو برمی‌داره و میبینه که کنعانی ها و فلسطینی ها اون توانایی و کفایت رو ندارن که این قوم رو با عنوان مادر خونده بتونن پرورشش بدن، در قالب یه نطفه، در قالب یه فرد، یوسف این قوم رو بر میداره به عنوان نماینده قوم و در سرزمین مصر قرار میده و مصر میشه مادرخونده قوم اسرائیل تا پرورشش بده، بزرگش بکنه و مهیاش بکنه. و در نهایت ما ببینیم که در اون سرزمین اون چیزی که غذا میده، غذا رو فراهم میکنه، رود
نیله و رود نیل تغذیه میده به قوم در اونجا، ولی همیشه اینجور سیستما در نهایت افراد رو به بردگی میکشن. من برای تو فراهم میکنم، ولی حالا تو برده من هستی و چیزی بیشتر از برده نیستی. درها رو روی تو باز میکنم، این ماهی، این آب، این نان، ولی سیستم هایی که در حقیقت ما رو به مکان بردگی میکشه. ما امیدوار هستیم که نخست وزیر سوئد هم یک تسلیت بفرسته برای قوم ما و کشور ما، برای افرادی که تبعی این کشور بودن و اینجا زندگی میکردن و در این حادثه وحشتناک، در این تراژدی بزرگ جونشون رو از دست دادن. نمیشه خیلی مردم دوست باشیم، نمیشه خیلی طرفدار مهاجرین باشیم، پناهنده ها باشیم، ولی بعد موقعی که باید تسلیت بدیم اون سرویس ها رو ندیم، با هم جور در نمیاد. و سیستم مصر و نیل قراره آخر ازت یه برده درست کنه و خدا تبعیدیان رو قراره در زمانهای آخر به سرزمین موعود خودشون برگردونه در نام اعظم عیسی مسیح. خداوند اگر چه تأخیر میکنه تأخیر نمیکنه و به خانه بر میگردیم به زودی ما. و خیلی مهمه، بعدا خدا قوم رو بیرون میاره و بعد رود اردن رو بهشون میده که از کوه هارون جاری هستش، ولی خیلی مهمه و باید خیلی هوشیار باشیم ما. وقتی اون برکت رود رو دریافت میکنیم، رود ما سر داشته باشه، رود ما سرچشمه داشته باشه، مرسی، رود ما قابل دسترسی باشه. موقعی که میخوایم بتونیم ازش عبور کنیم، ازش بکشیم، کارهای انجام بدیم. رودی که سرچشمه داره و سره و دوم نیست، بلنده و پست نیست. چون توی تمامی انتخابات مردم میان و قولهای زیاده میدن، وعدهای زیاده میدن، شاید اون موقع واقعا منظورشون هم این از اون کارا رو انجام بدن، ولی نمیدونم چجوری میشه به محض اینکه انتخاب میشن همه اون چیزها رو انجام نمیدن، هیچی برعکسش هم انجام میدن، یادشون هم میره قولاشون. و خداوند میگه درون تو چیزی که بر جهان اثر بذاری، رودون تاثیرگذاری و نفوذ ماست، اون برکتی که ما میتونیم تاثیر بذاریم در نام اعظم عیسی مسیح. هر فردی که اینجا نشسته رودیه، رودی رو داره که سرچه، چون این رود از بطن تو جاریه، چون روح قدوس خدا در توه و روح قدوس خدا روح حکمته، روح حیاته، روح تسلیه. و خداوند میگه تو قراره تأثیر گذار باشی، تو قراره تغییر رو ایجاد کنی، تو قراره سخنت نفوذ داشته باشه، تو قراره جو رو عوض کنی، اتمسفر رو عوض بکنی. خداوند اون برکت رو به ما بده که صدای این کلیسا نفوذ داشته باشه، صدای قوم ما در نام عیسی مسیح تاثیرگذار باشه، صدای اشک مادران و حقیقشون، فریاد زندانیانی که خداوند تحت شکنجه هستن، منتظر اعدامهاشون هستن، خداوند نفوذ داشته باشه. اون رودخانه ای که سرچشمش در اختیار ماست، نه هر رودخانه ای، اون رودی که اندیشش، حکمتش، تواناییش از روح قدوسی که درون ماست نقشه نشأت میگیره و جاریه. خداوند رود ما رو مستمر نگهدار. خداوندا، خداوندا، من همیشه اینو باور داشتم، وقتی به یه جامعه نگاه میکنی، خصوصا در اروپا، در کشورهای غربی، وقتی به یه جامعه نگاه میکنی، ضعفایی رو که میبینی، من همیشه میگم کمکاری کلیساهای اون کشوره هم میشه. خداوند اون رود مستمر باشیم که تأثیر گذاریم و نفوذ رو داریم
و حرفمون اثر میذاره در نام قدوس عیسی مسیح، چون اینجا میتونه دنیا رو عوض بکنه، تو میتونی دنیا رو عوض بکنی. در نام قدوس عیسی مسیح اقتدار درون توه. رودها، 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 رودها. یه نکته کوچولو رو راجع به رودها فقط بگم، بریم رو مطلب بعدی که من خیلی دوستش دارم، بیشتر میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم یه مقداری با اجازتون. ولی یادتونه که حزقیال در کناره یک روده و کلام میگه اگه پای تو در آب نباشه، اون مس رو نداری که به هر اون جایی که در آرزوی خداست بتونی قدم بذاری. در نام قدوس عیسی مسیح پاهای تو در مس باشه، در آب رود باشه. و کلام میگه وقتی در تا زانو در آب رود هستی، مس دعا داری، دعا میکنی و جواب دعا رو میگیری. در نام قدوس عیسی مسیح اون مس بر تو قرار بگیری. تا زانو در آب باشی، تا زانو در آب این رود روح قدوس خدا باشی. میخوای دعا کنیم و به هدف بزنیم، میخواییم وسط چشم شریر بزنیم، میخواییم سلامتی رو پس بگیریم، شعف رو پس بگیریم، آزادی رو پس بگیریم، شالوم رو پس بگیریم، صلح رو پس بگیریم، عشق رو پس بگیریم در نام اعظم عیسی مسیح. و کلام میگه اگه تا کمر در آب نباشی، اون چیزی که میخوایی تولید بکنی از زندگی تو قراره تولید بشه، اون مس رو نداره، باقی نیست، جاری نیست، همیشه در رحم قرار صدق بشه. در نام قدوس عیسی مسیح اون مس بر تو باشه، تا کمر در رود باشی، در کمر در رود باشی. اون چیزی که دست تو تولید میکنه قرار پایدار باشه، شریر نتونه اونو از بین ببره. نسل‌های آینده قرار به عقب نگاه کنن و بگن کسی مثل تو در این دنیا زندگی کرد، پر از روح قدوس خداوند، پر از روح قدوس خداوند، پر از روح قدوس خداوند. و کلام میگه، میگه اگه آب این رود تا جایی نباشه که بتونی درش شنا کنی، اگه نتونی شنا کنی، چون این شنا قراره تو رو ببره به مکانهای عظیم، به مکانهای پادشاهان، به سرزمینهای دیگه، به آن سوی آبها تو رو میبره. آرزوی ماهی سیاه کوچولوه. در نام اعظم عیسی مسیح اون مس رو بر زندگی تو اعلام میکنه، مسی که بتونی شنا کنی در این مس، در این روح قدوس خدا، و جاهایی بریم، به مکانهایی بریم. خدا موقعیت و مکان تو رو تغییر بده، خدا لول تو رو تغییر بده، خدا بعدی که درش هستی رو بالا ببره، از جلال به جلال، از ایمان به ایمان، از محبت به محبت، از نور به نور منتقل بشی در نام قدوس عیسی مسیح. اون رودخونه‌ای که مستمره و سرچشمه ای داره و نفوذ داره. بوده بعدی که خداوند ازش اسم میبره بوده چاه‌ها هست. ما آب‌ها رو در کلام به شباهت چاه‌ها ملاقاتش میکنیم. فکر میکنم این قسمت رو همه عزیزان فیلادلفیا ایلام میدونن و بلدن، چون هر جا کسی همسری برگزید از مردان خدا همیشه سر یه چاه اون همسر رو ملاقات کرد. و میبینیم که موسی سفورا رو سر چاه ملاقات میکنه، یعقوب همسرش رو سر چاه، راحیل رو سر چاه ملاقات میکنه، اسحاق همسرش ربکا رو سر چاه ملاقات میکنه. و چیزی که خیلی اجازه انگیزه، تمام این بانوان نازا هستن در ابتدا و نمیتونن بچه دار بشن و خیلی از بانوان قرار نیست فقط بچه دار بشن، قراره سرنوشت ها رو عوض بکنن، قراره سرنوشت ها رو رقم بزنن، مقام بسیار بالایی دارن. و مسئله چاه ها خیلی خارق العاده است، چون مفهوم چاه در کلام خدا در حقیقت برمیگرده به برکات
نسلی، برکات نسلی. میدونیم وقتی که یعقوب متوجه شد یوسف، فکر کرد و باور کرد که یوسف کشته شده، برای یوسف یه زمینی گرفت و در اونجا چاهی رو قرار داد، چاه یعقوب. اگه یادتون باشه عیسی مسیح کنار زن سامری بر سر این چاه روزی میشینه هزاران سال بعد و چاه هنوز آب داره و هنوز خشک نشده. و چیزی که جالبه اینه یوسف زنده بود و یوسف بعدها بر میگرده به این سرزمین و چاهی رو که به میراث برده دریافت میکنه، میبینه، ازش آب میکشه و هنوزم که هنوزه، چون یعقوب سندی گرفت برای اون زمین و سندی درست کرد برای اون چاه، هنوزم اون چاه و اون تکه زمین به اسم یوسف هستش. یوسف هنوز نبود، از نظر یعقوب وجود نداشت، ولی پدرش در غیاب او برای او زمینی خرید، سندی تهیه کرد، چاهی درش حفر کرد که هنوز آب داره. زمان عیسی مسیح هم آب داشت. چاه عمیقیه، چاهی نیست که به این راحتی بشه خشکش کرد و هنوز سندش به اسم یوسفه. و خداوند میگه تو رو به سرزمینی میبرم، چاهی به تو میدم که تو نکندی، برای تو این برکت رو من برای تو انجامش میدم. خداوند میگه بدون اینکه تو انجامش بدی، بدون اینکه تو کاری بکنی، من برای تو میکنم، من سندش رو به اسم تو قرار میدم در نام اعظم عیسی مسیح. خداوند میگه چالش کندن رو، خریدن رو، فراهم کردن رو از تو بر میدارم، من انجامش میدم، من به تو میدم، این برکت توه، برکت نسلی توه، چون فرزندی. همونجوری که یوسف حتی فکر میکرد مرده پدرش، ولی برکت رو بهش داد، میراث رو بهش داد، میراث نسلی تو دریافت کنید در نام اعظم عیسی مسیح. ابراهیم بالا میره از کوه، به خادمینش میگه من و اسحاق بالا میریم، ما بالا میریم تا عبادت کنیم و پرستش کنیم. میدونین داره میره تا اسحاقو قربانی بکنه و وقتی به بالا میرسه صدای رو میشنوه، به این فرزند آسیبی نرسون، به پشت سرت نگاه کن. و وقتی نگاه میکنه قوچی رو میبینه و اون قوچ با شاخهای خودش گیر کرده لای شاخه ها و میدونی اون قوچ از شاخهای خودش برای جنگ استفاده میکنه. دعای امروز من اینه خداوندا، خدایا برکت شاه رو به ما بده، به قوم ما، به سرزمین ما. چون 120 سالش بود ابراهیم، 40 سال خسته ایم و عزاداریم، 40 ساله، 40 سال خداوند هر روز اشک ریختیم وقتی اسم کشورمون اومد و ابراهیم میگه من 120 سالمه و خدا میگه من اجازه نمیدم تو 120 سالگی تو دنبال خوچ بدوی. خدا جنگ رو بر میداره، خدا خوچ رو از سیر از شاخ خودش از سیر خارها میکنه. خداوند این جنگ رو بردار، بدون جنگ آزادی بیاد خداوند، بدون قربانی خداوند، بدون چالش خداوند، این جنگ رو رد کن و از ما بگذرون، از قوم ما بگذرون خداوند. چون نمیدونم ایرانی نیست که شبی باشه خوابیده باشه این مدت. ای خدای قدوس خداوند، به واسطه همه اون 40 سال از ما بگذرون این رنج رو و برکت شاه رو به ما بده خداوند، برکت نسلی رو. و خدا میگه وقتی زمینی داری دانه رو بکار، چاه رو بکن، و وقتی میکنی برای خودت نکن، طوری بکن که نسلهای آینده تو ازش سیر بشن. میخوایم چاه رو بکنیم، میخوایم درست بکنیم، میخوایم طوری بکنیم که نسلهای آینده ازش استفاده کنه، کاری که پدران و پدر بزرگان ما نکردند.
چاهی رو که ساختن خوش شد، چاه این جمهوری و انقلابی که کردن فقط جوانها رو در خودش روبود و دفع کرد، ولی امسال سالیه که قرار چاه اصلی رو بکنیم، چاه برکت رو، برکات نسلی رو، میراث حقیقی رو برای قوممون. در نام اعظم عیسی مسیح خداوند میگه موسی وقتی میکنی با ترنم بکن، میخوام سرود بخونی و بکنی، چون وقتی سرود میخونی سطح آب بالا میاد، دیگه به سطح آب رودها و دریاها کاری نداری. وقتی تو ترنم میکنی و تو پرستش میکنی، آبها بالا میان، آبها برکت پیدا میکنن، آبها برای تو فراهم میشن، روح قدوس خدا شروع میکنه به کار کردن. و میدونی خوندن فقط به این نیست که نوت بلد باشیم، موزیکالیست باشیم یا صدای زیبایی داشته باشیم. خوندن برای خدا، ترنم برای خدا، استیل زندگیمونه. برای او زمزمه میکنم، برای او ترنم میکنم. میدونم حتی جایی توی گروه زمر ندارم، اینقدر اوتمن نظر صدا و موزیک، ولی خدا میگه تویی که برای من ترنم میکنی و میخونی و زمزمه میکنی، من تو رو بلند میکنم، من آبهای تو رو بلند میکنم. چاه تو قرار آب عظیمی داشته باشه. خداوند میگه بطلب، بطلب که خدا برای تو آب رو بلند بکنه در نام اعظم عیسی مسیح. چون سالیه که قراره پشت کنیم به گناهانمون، به بت‌هایی که پرستیدیم، به سوی خدا برگردیم و خدا زمین ما رو و سرزمین ما رو و قوم ما رو شفا بده. باران در راهه، باران در راهه، آسمان گشوده در راهه. میدونی وقتی زیر لطف و فیض خدا هستی، بعضی وقتا حتی احتیاج نیست دعا رو به زبون بیاری، فقط در دلت یه چیز رو آرزو میکنی و میبینی واو دریافتش کردم، همون مس رو بر زندگیت اعلام میکنم. دو سه هفته آینده خداوند قرار کار عظیمی برای چندین نفر اینجا انجام بده در نام قدوس عیسی مسیح. تویی که میگه کسی رو ندارم و غریبم، خداوند میگه من میراث و برکت نسلی تو رو بهت میدم. دریافت کن، به ایمان دریافت کن، به ایمان دریافت کن، به ایمان دریافتش کن. برای تو خدا فراهم کرده، خدا فراهم کرده، خداوند فراهم کرده. ببار بر من خداوندا، ببار بر من خداوندا، ببار بر خاکمون، ببار بر کلیسامون، ببار بر خانواده کوچک من، ببار خداوندا. ای مسیح خداوند، ای مسیح خداوند، نیاز داریم، نیاز داریم آسمانو باز کنی خداوندا، آسمانو بگشا خداوندا. جواب این دعاها در راه ایمان دارم، ایمان دارم خداوندا. تو پادشاه جلالی، تو خدای نیکویی هستی، تو دادرس اعظمی، تو شفا دهنده هستی خداوندا. هاللویا خداوندا، باز کن، باز کن، بگشا، بگشا، بگشا خداوندا، بگشا آسمانو، بگشا خداوندا بر قوم ما. هاللویا، این آسمانو میشه با ایمان باز کرد، میشه با هدایامون باز شه، میتونه با دعا باز شه خداوندا. ولی امروز از تو میطلبم، تو باز کن خداوندا، آسمانو بر ایران باز کن، تو باز کن، تو بگشا خداوندا. دعای هر مادر، هر پدر، هر جوان بالا بره و فرشتگان خدا جواب دعا رو برگردونن خداوندا. ای خدای قدوس، هاللویا، 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 هاللویا خداوند، هاللویا، هاللویا خداوند، هاللویا خداوند. برکات نسلیمون رو میخوایم خداوند، برکات نسلیمون رو میخوایم خداوند. هاللویا، 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 ای خدای قدوس، هاللویا، هاللویا خداوند، هاللویا. قومی که فکر میکنه در بیابان، خداوند میگه توی این بیابان بکن، تو فقط بکن، تو فقط بکن، امکان نداره به آب نرسی. من اون چاه اصلی رو به تو میدم، برکات نسلی تو رو بهت باز پس میدم در نام اعظم عیسی مسیح. هاللویا، 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 هاللویا. امسال سال باز پس گرفتنه، امسال سالیه که خدا باز پس میده به ما. و باز پس گرفتن یه پروسه خیلی عجیب غریبه، پروسه عجیب غریبیه، ولی آخرش خدا وقتی باز پس میده، همون چیزی که از دست دادی رو به تو پس نمیده، فقط
چیز اضافه بر اونم به تو پس میده. ایران ما قرار فقط همون چیزی رو که از دست داد پس نگیره، قرار چیزی برتر رو هم خدا به ما بده. دو برابر قرار باز پس بگیریم. 2020 دهه جدید ماست، 2020 دو برابر سالیه که قراره برگرده به ما، به قوم ما برگرده. امسال دعامون برای برکات نسلیمونه، برای میراثمونه، برای قوممونه، برای خاکمونه، برای خستگی مادرانه، برای زنانیه که به زنا فروخته شدن خداوند، جوانایی که اعدام شدن، جوانایی که تهمت زده شدن، جوانایی که در محدودیت ها زندگی کردن خداوند، دخترانی که خداوند فریب خوردن، خدای قدوس دیده نشدن، پایین تر از هیچ محسوب شدن خداوند، برای همه آرزوهایی که در دل بچه های ما، نوجوانان ما کشتن، برای نخبه هایی که کشتن، برای مغز هایی که کشور رو خداوند ازش عبور کردند و بیرون اومدن، برای تمامی آثار باستانی و فرهنگیمون خداوند که غارت شد، خدای قدوس میطلبیم ازت خداوند، میطلبیم آسمان باز و میطلبیم خداوند. ای خدای قدوس، اون چاه حقیقی رو خداوند، دسترسی به این چاه خداوند رو میطلبیم. هاللویا هاللویا خداوند قدوس، هاللویا هاللویا خداوند، شکرت عیسی مسیح، شکرت عیسی مسیح، مرسی خداوند، مرسی خداوند. بود بعدی که وجود داره، بودی که مخصوصا برای این کلیسا من میطلبم، بود آب در شباهت دریاها هستش و ما میدونیم دریاها در کلام خدا خیلی زیاد دیده شده. دریایی که موسی عصاشو به طرفش میگیره، دریایی که باز میشه و دریایی که میشه روش راه رفت، عیسی مسیح برش راه میره و اصطلاحا ما میگیم دریاهایی هست که آب شیرین داره و آب شور داره. دریا در کل به مفهوم علم و فهم مکاشفه هاست، علم مکاشفه، چیزی که بیشتر از هر چیزی دعا میکنم در زندگی یکی که ما رخ بده، علم مکاشفه، فهم مکاشفه های خدا رو بتونیم دریافت بکنیم. و آب شیرین اون مکاشفه هاییه که یا از طریق تجربه ما دریافتش میکنیم یا بلوغ روحانی پیدا میکنیم، با بلوغ از یه چیزای عبور میکنیم و اونو پیدا میکنیم، یا با مشورت و مشارکت کس دیگه برای ما توضیحش میده ولی میگیریمش و دریافتش میکنیم. به این میگن آب شیرین. آمین که پی در پی باشه وقتی میگیریم، آمین که یه بار نباشه، مدام و مستمر باشه، آمین که حقیقت خدا رو بفهمیم و درک بکنیم، چون اون موقع میتونیم در زندگیمون بیاریم. تا قبل از اون فقط جمله هایی که حفظش کردیم، ولی خداوند میگه من علم مکاشفه یکی از هدیه هاست، من به تو میدم، من اجازه میدم تو روی آب راه بری، من اجازه میدم تو دریا رو باز بکنی، من اون قوت و اقتدار رو به تو میدم، چون عیسی مسیح در تو امید جلال توه و عیسی مسیح از طریق تو قراره جلالش آشکار بشه در دنیا. شعار هفته پیشمون بود، آیه هایی از کلوسیان. آمین. ولی آب شور، اونجایی که خدا از دریای آب شور صحبت میکنه، امروز من سعی دارم میکنم خیلی مختصر متمرکز صحبت بکنم که بیشتر دعا کنیم، چون چیزی که نیاز دعاه. و مرسی که در این پیام با من در دعا همراه بودید، ایمان دارم به زندگیتون اصابت کرده. ولی آب شور، دریایی که آب شور داره، برمیگرده به شخصیتی مثل موسی، برمیگرده به این که علم مکاشفه خام رو دریافت کنیم. اگه یادتون باشه تو مقام هایی که رابای ها دارن، یه کسی هست که بهش میگن ربونای. مریم به عیسی مسیح میگه ربونای وقتی او رو میبینه، یعنی تویی که علم مکاشفه رو مستقیم از آسمان گرفتی، از تجربه نیست، کسی بهت یاد نداده، خام خام خدا مستقیم به تو داد. و این
یه برکت عظیمه، توانایی مخصوص میخواد. ما فقط به اندازه توانایی هامون میتونیم اینو دریافت بکنیم. مسلما موسی مردی بود، ایلیا مردی بود که علم مکاشفه دریای آب شور رو دریافت کرد و کلام میگه موسی طریق ها و روش های خدا رو هم میفهمید. موسی وقتی ایستاد و عصا رو بلند کرد، دریا رو باز کرد، چیزی ماورای باز شدن دریا رو میفهمید. اون اندیشه خدا و رازهای خدا رو میفهمید. دقیقا میدونست که چجوری داره پیش میره و خدا کل کتاب پیدایش و تورات رو به موسی داد. کسی که توانایی و جنبه درکش رو هم داشت. دریافت مکاشفه های خام خیلی خوبه، یه ذره خطرناکه، یه ذره حساسه. ما در بُعد زمان وقتی که مطالعه میکنیم چیزی داریم به اسم کرونوس. ساعت ها میدونین کرونومتر داره، زمان، زمانی که روی زمینه این زمان رو میسنجه، زمانی که همه در بُعدش یکسان در کل دنیا داریم زندگی میکنیم. ولی یه بُعدی از زمان وجود داره که اسمش هست کایروس، یعنی زمانی که خدا درش قرار داره، اون جایی که خدا هست و او سلطنت میکنه به زمان. او در بُعد بسته زمان نیست، او در مکان دیگه‌ایه و کایروس موقعیه که خدا از جایی که درش هست انتخاب میکنه وارد زمان ما بشه و تو معجزت رو دریافت کنی در نام اعظم عیسی مسیح. خدا امسال برای هر دعای تو از مکان خودش وارد زمان تو بشه و معجزه تو رو عملی بکنه، تحقق پیدا کنه در زندگیت. اون چیزی که فکر میکنی مثل یه معجزه است، اون چیزی که سالیان ساله زحمت کشیدی، دعا کردی، کار کردی، سالیان دیگه هم بهش نخواهی رسید، خدا میگه در یک روز برای تو انجامش میدم. تا سه هفته آینده قراره ببینی، یک روزه برای تو انجام میدم. معجزه تو دریافت کن در نام اعظم عیسی مسیح. چون زمان روح هم وجود داره. زمان روح اون جاییه که حال و گذشته و آینده در یک مکان قرار داره، اون مکانیه که خدا درش سیر میکنه و وجود داره. و ما اینو میبینیم در انجیل متی، میبینیم بانویه که یهود نیست، کنانیه و فرزند دختر مریضی داره. وقتی در حضور عیسی مسیح میاد، عیسی مسیح میگه هنوز زمان تو نرسیده. چقدر این جمله رو در دنیا میشنویم، هنوز زمان تو نرسیده، هنوز نوبت تو نشده، هنوز وقت تو نیست، همه اینای دیگه قبل از تو هستن. ما فکر میکردیم جریان این رفتن اداره جات در فقط کشورمون ایرانه، اینجا هم که اومدیم آسمون همون رنگه. نمیدونم چرا همیشه نوبت یه عده دیگه از همیشه. و خدا میگه اگه بهت گفتن هنوز نوبت کارت نشده، نوبت ازدواجت نشده، نوبت خونه سفید گرفتنت نشده، هنوز تو نوبت اقامت هستی، خداوند میگه من میگم وقت توه. با اینکه نوبتت نیست، من میگم زمان توه. من از زبان خودم، از زمان روح میخوام خارج بشم و وارد کرونوس تو بشم و بهت میگم دریافت کن معجزتو. دریافت کن در نام اعظم عیسی مسیح. شفایی که همه پزشکان سالیان سال نتونستن، در لحظه من به تو میدم، من اجازه به تو میدم. و اونجاست که میفهمیم در حقیقت دریا یعنی یه شتاب، یه اکسلریشن، یه چیز رو خدا تسریع میکنه. بانو میگه دخترم مریض، عیسی مسیح میگه نوبت تو نیست. و بعد در بُعد روح وارد زمان
خدا میشه، زمان روح میشه، جایی که حال آینده و گذشته یکیه و اونجا دختر رو شفا میده و در آغوش مادرش میذاره و میگه دنیا به تو میگه زمان تو نیست، نوبت تو نیست، من میگم من قادرم، من قادرم اون سلول بیماری رو که سالیان سال پیش شریر در بدن تو کاشت امروز بردارم، چون من در بعد روح میتونم حرکت کنم و همه چیز رو برگردونم در نام اعظم عیسی مسیح، او که الف و یای الف و اومگاه، خدای خدایان، رئیس حیاته، سرور صلح و سلامتی و آزادیه. معجزه‌شو به تو نشون بده، تسریع کنه، شتاب بده به تمام این پروسه‌ای که داری در نام قدوس عیسی مسیح. من نمیدونم برای دیگران 5 سال طول کشید، برای تو قرار 5 ماه بیشتر طول نکشه. آمین. 5 ساعته خبر خوب رو دریافت کنی، چون وقت خدا وارد زمان ما میشه، اونجا بودیه که روی آبها راه میریم، روی دریاها، و میتونیم دریاها رو باز بکنیم و اون چیزی که دنیا میگه تأخیره، 40 سال تأخیر بوده، خداوند میگه اگه بود دریا در درون تو قرار بگیره، به روح قدوس خدا قراره همه چیز شتاب پیدا بکنه. همه چیز قراره شتاب پیدا کنه. برای همینه من و بابا رامین دقیقه به دقیقه اخبار رو نگاه میکنیم، چون میدونیم هر لحظه قرار خدا وارد زمان بشه، کرونوس ایران بشه، قرار آسمان رو باز کنه، خداوند بباره، ببارمه در نام اعظم عیسی مسیح. نه تنها چاهایی رو که مال خودشونه بهشون برگردونه، قرار چاهایی رو که نکندن بهشون بده در نام اعظم عیسی مسیح. خداوند قرار جنگ رو برداره، بود جنگ رو برداره. دعای من اینه، مثل اون قوچی که خودش میاد جلو و میگه بعد این همه سال خستگی نیازی نیست دنبال من کنی توی این کو، خودم به پای خودم میام، چون خدا کاری میکنه بعد جنگ و چالش ازش برداشته بشه. این آرزوی ما برای کشورمون، خداوندا، و به خداوندا تسریع کن. خداوندا یه شتاب ما سوپرنچورال خارق‌العاده قرار بده، تسریع کن خداوندا، این پروسه رو تسریع کن، این جریان رو تسریع کن. ما میدونیم که همه دنیا باید جا به جا بشه، آدم ها باید فکرشون عوض شه، من نمیدونم، خیلی اتفاقا باید بیفته، ولی وقتی تو وارد زمان ما میشی، خداوندا میخوایم ترنم کنم بکنیم این جا رو، در این بیابانی که درش هستیم خداوندا با ترنم میکنیم، خداوندا با عشق میکنیم، خداوندا برای نسلهای آینده میکنیم، خداوندا ای خدای قدوس، در نام اعظم تو اعلام میکنم ذریت افرادی که اینجا هستن قرار پایدار باشه و مبارک باشه، شریر نتونه نه به تو دست بزنه و لمست کنه نه به ذریتت. اون چه که میکاری نه تنها برای فرزندت باشه، برای نود باشه، برای نتیجه و ندیده هات هم باشه، برای نسلهای آینده اون چه که اعمال دست تو پایدار باشه، مستمر باشه و جاری باشه. خدای قدوس آسمان باز رو بر سر ما قرار بده خداوند، و نیاز داریم به اون آسمان بازی که مستقیم جواب دعا به ما برمیگرده. در نام اعظم عیسی مسیح میخواییم در روح دعا باشیم. برادر رامین عزیز، شکر میکنیم خداوند قدوس، شکر میکنیم خداوند قدوس، شکر میکنیم. یادتون نره، میخوام یه چیز کوچولو فقط بگم، چون سرودایی که امروز خونده شد چند تاش برای من خیلی در سوئد جدید بود، از سرودایی بود که در جماعت ربانی میخوندیم. دیدم برادرهایی که اینجاست، دیدم برادر ادوارد اینجاست، برادر فروی رو دیدم در این مکان، دیدم مقدسین خدا رو دیدم، اگر فیزیکی اینجا نیستن حتی اگه در آسمانن بعضیشون، من تو این کلیسا دیدمشون. و اینو میخوام بگم، پریودی بود ما در کلیسامون در تهران پریودی رو اعلام کردن برای دعا، و من یادمه 6 صبح کلیسا بودیم برای دعا،
و بعد 6 بعد از ظهر دوباره برای دعا. و من نمیدونم مردم چجوری لباس عوض میکردن، چجوری سر من خودم موقع کار میکردم، چجوری سر کار میرفتیم، چجوری بر میگشتیم و ادامه دادیم و ادامه دادیم و ادامه دادیم. 6 ماه تمام ادامه دادیم و کسی نبود که از اون خیابون رد بشه و مسیر رو که اونجا بود حس نکنه. مامان من خوب میدونه، خانواده من خوب میدونن. من میدونم ما صبح زودتر میرفتیم، حتی تخم مرغ میپختیم، صبحونه میدادیم به ایمانداران، ولی نتیجه همه اون دعاها مسی بود که بر اون مکان جاری شد. اون مس اون مکان رو ترک نکرده، من ایمان دارم. اون مس اون دعاها هنوزم اونجاست، دعای متحد ما. و موقعشه که بسیج بشیم، بسیج بشیم و اینقدر دعا بکنیم تا آزادی رو جشن بگیریم. شعف خداوند بر زندگیتون باشه در نام اعظم عیسی مسیح. برای جلال عیسی مسیح دست میزنیم. جلال بر نام عیسی مسیح، جلال بر نام عیسی مسیح. میخوایم دعا بکنیم به قوت نام خداوند. چاهی رو که کندن، چاه خشکی رو که کندن، تا فرزندای خدا، تا بنده های خدا، تا تمام خلقتی رو که خدا با دست خودش فرم داد به شباهت خودش، به نام انسان، به درون اون چاه خشکی که 40 سال پیش در ایلام کندن و مردم رو بندازن و جنازه رو بندازن و دفن کنن، امروز میخوایم بگیم در نام عیسی مسیح اگر چاهی کندن برای خودشون کندن، در نام قدوس خداوند شرور برای خودش کنده این چاه رو، و به نام عیسی مسیح اعلام میکنیم این چاه بسته شده است بر روی ایلام. در نام عیسی مسیح این چاه رو در آسمان و زمین به روی ایلامی میبندیم در نام قدوس خداوند. چاه پر از عشق و آب حیات رو بر روی ایلام و ایلامی باز میکنیم در نام عیسی مسیح. چاهی رو که عیسی مسیح از توش آب به زن سامری داد، در نام عیسی مسیح چاه عشق رو باز میکنیم، چاه برکت رو باز میکنیم، چاهی رو که حیات، آب حیات از توش استخراج میشه برای دادن حیات به فرزندان خداوند. امسال میخوایم اعلام بکنیم به نام قدوس عیسی مسیح. زمان خداوند میگه بعضی چیزا با روزه و دعا انجام میشه. میخوایم اعلام بکنیم اگر میخوایم با روزه و دعا از امروز تا 22 بهمن چاه بسته بشه در روزه، در نام عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح. میخوایم در دعا باشیم، میخوایم روزه بگیریم، ولی میخوایم یه روزه جدید بگیریم. میخوایم روزه بگیریم که حرف منفی در فکر خودمون نباشه و نهیبش بدیم و فقط فکر آزادی ایلام رو. پس روزه ما تا 22 بهمن همه روزه، صبح و شب قرار دعا برای چاه عشق و چاه برکت که آب حیات از درونش استخراج بشه باشه. دعای ما قرار این باشه که باران حیات بر ایلام بباره و ایلام آزاد بشه در نام عیسی مسیح. پس روزه میگیریم از تمام افکار منفی، روزه میگیریم از تمام مسائل کوچیک، از مسائل پیش و پا افتاده، از امروز تا 22 بهمن که خبر آزادی ایلام رو دریافت بکنیم به نام عیسی مسیح. میخوایم دعا کنیم و روزه بگیریم. روزه تمام افکار منفی رو میخوایم بگیریم که نه تنها شبنم خداوند، نه تنها بخار خداوند، نه تنها باران خداوند، نه تنها رودخانه، بلکه وارد خود ملکوت بشیم و به نام عیسی مسیح چاهی رو که بر ما کندن که ما رو در اون بیفکنن و بکشن، امروز در آسمان و زمین ببندیمش بر شیطان، ببندیمش بر شرارت، ببندیمش بر تاریکی، و به نام عیسی مسیح باز بکنیم دریچه های آسمان رو، باز بکنیم ملکوت خداوند رو به نام عیسی مسیح، باز بکنیم دریاها رو و ازش عبور بکنیم و به زودی زود بتونیم با افتخار و سربلندی وارد ایلام بشیم و نام عیسی مسیح رو جلال بدیم. دوره اسارت بسته، دوره بردگی بسته، دوره دور بودن از وطن بسته. در نام عیسی مسیح میخوایم در این روزه‌ای که تا 22 بهمن میگیریم، در این روزه فقط همه روزه اعلام کنیم ای پدر، در
نام عیسی مسیح باران خودت رو ببار، باران آخر رو ببار، باران آخر رو ببار، باران آخر رو ببار، باران اول تو ای خداوند روی صلیب حیات رو و فیض خودت رو به همه جهان دادی. الان زمان باران آخر برای ما ای خداوند، باران آخر خودت رو بر ایلام و ایلامی بباره خداوند، تا بتونیم به قوت تو چون موسی چون یوشع باز کنیم آبها رو ای خداوند و وارد کشوری که تو فراهم کردی و میخوای تخت پادشاهی خودت رو در ایلام بنا بکنی بشیم، تا زیر صلیب تو با تو ای خداوند ای پادشاه ما فرزندان تو هستیم پادشاهی بکنیم ای خداوند، جلال تو بر تک تک ما بریزه و در شراکت جلال تو بتونیم در افتخار خداوند دوباره بازسازی کنیم وطن رو خداوند. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم به قوت نام خداوند، همونطوری که در روح دعا هستیم برای کشورمون، میخوایم به همون شکل با جان و دل خودمون با عشق خودمون دستامون رو بالا ببریم، دستامون رو بالا ببریم، یک دههای روحانی و یک دههای جسمانی خودمون رو آماده بکنیم، همونطوری که فرزندای خداوند یک دههای جسمانی رو میخوان جمع بکنن، در این هنگام ما میخوایم یک دههای آسمانی خودمون رو نیز به حضور پدر ببریم، میخوایم یک دههای آسمانی خودمون رو نیز به حضور تو بیاریم ای عیسی مسیح. روزه میگیریم از الان تا 22 بهمن ای خداوند و همه روزه نهیب میدیم تمام فکرای منفی رو، تمام فکرای ضعیف رو، و میخوایم به جای اون دعا بکنیم آزادی و باز شدن ملکوت تو برای کشور ما در نام پر جلال عیسی مسیح، به قوت نام خداوند آزادی و جمع شدن فرزندان تو زیر سایه تو ای خداوند و زیر بالهای تو و زیر صلیب تو و زیر دستهای تو، به نام پر جلالت اعلام میکنیم پیروزیم، چون پیروزی رو در خون تو روی صلیب دریافت کردیم، ما برنده هستیم چون جنگ رو تو برای ما روی صلیب به اتمام رسوندی و پیروزمون کردی. پس به نام عیسی مسیح پیروزی رو اعلام میکنیم، به نام قوتمند خداوند برکت رو بر و شالوم عیسی مسیح رو بر ایلام و ایلامی، بر ایران و افغانستان و تاجیکستان، هر کشور فارسی زبان اعلام میکنیم، همونطوری که تو برکت دادی کوروش رو و به نام خوندی و کوروش کسی شد که بدون جنگ تمام منطقه رو به نام تو و برای تو تسخیر کرد و تو به کوروش اجازه دادی ای خداوند که برای ساخت معبد تو در اورشلیم ای خداوند هر چیزی که لازمه رو فراهم بکنه. پس به نام پر جلالت از قوم ایلامی استفاده کن ای خداوند، این بار نه برای ساخت معبدی فیزیکی، برای ساخت معبد روحانی تو، چون تو گفتی بر میگردی و ظرف سه روز معبد رو از نو میسازی. امروز وقت بازسازی معبدهای ایلامی هست در نام عیسی مسیح. ای پدر در نام عیسی مسیح میطلبیم برگرد و بازسازی کن ایلام و ایلامی رو، ایلام و ایلامی رو در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، به قوت نام خداوند دعا میکنیم، به قوت عشق تو دعا میکنیم، در نام عیسی مسیح، در نام قوتمند عیسی مسیح دعا میکنیم تا برکت تو جاری باشه ای پدر در نام قوتمند تو.